خانم با شما چه نسبتی داره؟ خب خانم همه مدرک شناسی چی دارید؟ It's a film that I made from about 2000. از سال 2000 در نیوکاسل شروع کردم به کار کردن با گروهی از پناهندگان ایرانی و غیر ایرانی. اونا قصه هاشونو به من گفتن که چقدر در سختی زندگی میکردن و همچنین داستانهایی که چرا اونها میبایست ایران رو ترک میکردن. من از سرگذشت اونها الهام گرفتم و همچنین از داستان خودم که ایران رو در سال 1979 ترک کردم و متقاضی پناهندگی شدم و اینکه چقدر سفر سختی بود. این تقریبا یه قصه جهانیه که خیلی از مردم تجربهش کردن، چه ایرانی و چه غیر ایرانی. Have experienced Iranian or not. از تجربه ساختن این فیلم بر ما بگید، چقدر طول کشید این فیلم رو ساختید و به خصوص اون قسمت هایی که در ایران فیلم برداری شد، چون ظاهرا بدون مجوز این فیلم رو ساختید. I was working with the actors in June 2009 and of course من در ماه ژوئن 2009 با بازیگران این فیلم در حال کار کردن بودم که در اون زمان جنبش سبز داشت به شدت شکل می گرفت. واقعا برای ما موقع سختی بود. خیلی جالب بود و همچنین یه امید قوی به ما داد. ولی باید تصمیم می گرفتیم که آیا ما میتونیم داخل خود ایران بریم و شروع به ساختن این فیلم کنیم و آیا ایران واسه ما امن بود یا نه. و من این تصمیم رو به عهده خود بازیگران گذاشتم. واسه شیراز و میکشا خیلی مهم بود که در خود ایران باشن، واسه اینکه اون اصالت خود ایرانی در فیلم جا بگیره. بعدش ما رفتیم ایران و اونجا با یه تولید کننده آشنا شدیم که خیلی به ما کمک کرد، مخصوصا در پشت صحنه. ایشون به ما یه مجوز واقعی داد واسه یه فیلم دیگه‌ای که در تهران در اون زمان داشت ساخته میشد. ما در اصل واحد دومی اونها بودیم که در واقع میتونید بگید در اونجا ما آرگو واقعی بودیم. فیلم برداری خیلی شگفت انگیز بود چون تعداد ما کم بود. هر کدوم از بچه ها هم خیلی با استعداد بودن و خیلی سخت کار میکردن که بتونیم خوب این قصه رو توضیح بدیم. چند بار پیش اومد که پلیس جلوی ما رو گرفت و وقتی که پلیس میومد خودمون پشت ها میستادم و دستیار من میشد کارگردان. پلیس از ما سوال کرد که آیا بازیگرهای معروف ایرانی توی این فیلم بازی میکنن یا نه. ما پاسخ میدادیم که نه و هیچ کسی اینجا معروف نیست. اینو که میگفتیم پلیس دیگه به ما کاری نداشت و میگفت به کارتون ادامه بدید و ما با خوششانسی و البته با کمک مردم خود ایران تونستیم که از زیرش در بریم و به کارمون ادامه بدیم. بذارین در مورد اون صحنه صحبت کنیم که موتورسیکلت سواریه. چطور اجازه دادن که این خانم پشت سر اون آقا بشینه روی موتورسیکلت؟ این براتون مشکلی به وجود نیاورد؟ من واقعا میخواستم که شروع فیلم صحنه‌ای در خود تهران باشه و میخواستم اون صحنه لحظات خوش و لذت بخش واسه نسرین باشه. نسرین عاشق بود و در تهران بود و لذت میبرد که پشت موتور یه پسر نشسته بود. همچنین از نظر فنی هم مشکل بود که فیلم بگیریم. تو شلوغی بودیم و راحت نبودیم، مخصوصا به خاطر ترافیک تهران که خیلی هم خطرناک بود که تو ماشین فیلم برداری کنیم با یه در باز که یه دوربین توش جاسازی شده بود و خود بازیگرها که رو موتور بودن بدون میکروفون. خیلی به ما استرس داد. راجع به بفتا صحبت کنیم، به فستیوال فیلم بریتانیا، پر اعتبارترین فستیوال در این کشور. آیا متعجب شما شدین وقتی که فهمیدین که فیلمتون رو به نامزد بفتا کردن؟ When I got the nomination, I was really absolutely surprised. وقتی من این خبر خوبو شنیدم خیلی هیجان زده شدم و به هیچ وجه فکرش رو نمی‌کردم که در این گزینش ما رو انتخاب کنن. این یه روش خیلی خوبیه که واسه خیلی ها فیلم رو پخش کنیم که ببینن. تینا، در مورد واکنش‌هایی که بعد از نمایش فیلم در بفتا دریافت داشتی صحبت بکن. آیا مردم استقبال کردن؟ آیا اون کسانی که در مورد زندگی تبعیدیان اینجا صاحب نظر هستن، اونها چی فکر میکردن در مورد این فیلم؟ واکنش به این فیلم تا حالا خیلی جالب بوده، چون هر وقت که این فیلم رو در سینما پخش کردیم شاید اشک نصف یا 75% تماشاچی ها در اومده. کسانی که از طبقه کارگر هستن و خیلی کم راجع به فرهنگ ایران میدونستن یا شاید اصلا نمیدونستن اومدن و این فیلم رو دیدن. بعد از دیدن این فیلم اشک رو در چشماشون میدیدن و اینکه از سختی هایی که ما اینجا کشیدیم، مخصوصا واسه یه دختر، خبر نداشتن.
من فکر میکنم این قدرت سینما بوده که ما تونستیم این حس رو نشون بدیم. این داستان هم کمک کرد که شاید راجع به این چیزها بتونیم توضیح بیشتری بدیم. واقعیتی که رو مردم اثر بذاره و نظر قلبیشون عوض بشه که چرا واقعا یه نفر از یه کشور دیگه میاد اینجا و چرا اینجا زندگی میکنه. تینا، شما علاوه بر فیلمسازی در دانشگاه نیوکاسل هم درس میدید، خودتون در این مورد بیشتر صحبت کن. Up in Newcastle, I'm teaching filmmaking. من در شهر نیوکاسل در حال حاضر فیلمسازی و مستند و همینطور فیلمنامه درس میدم و بیشتر شاگردای من دوست داشتن به این فیلم کمک کنن. بعضیاشون کمک کردن که فیلم رو درست کنیم. من هم درس میدم و هم به گروهی از پناهندگان کمک میکنم و بهشون فیلمسازی یاد میدم. داخل ایران کسانی هستن که شاید بخوان به فیلمسازی رو بیارن، بخوان مستندسازی بکنن، چه توصیه‌ای برای اونها داری برای اینکه کارشون بهتر بشه؟ من خودم فکر میکنم که شخصا از فیلمسازان توی ایران بیشتر الهام میگیرم تا اینکه اونها از من. همش در جستجوی استعدادهای خوب ایران و داستانهای خوب هستم. پس از یک نظر یک الهامگیری واسه خود منه. ولی فکر میکنم که اگه میخوای یه داستان واقعی راجع به ایران بگی، فیلم بهترین روششه. خیلی اثر خوبی روی مردم داره و ایران راجع به فرهنگ خودش خیلی داستانها داره که میتونه بگه، چون از طریق فیلم میتونه با کل دنیا حرف بزنه. یه چند جمله به فارسی در پایان گفتگومون دوست داریم ازت بشنویم. خیلی خوشحال شدم and thank you very much, Bijan. خیلی ممنون.